رشد اخیر بورس و پشت پرده رشد اخیر بورس چیه؟ دولت با اینکه مثل دولت‌های قبلی میخواد تو 4 سال اول بازارهای سفت بازی مثل ملک و دلار و بورس و طلا و غیره رو کنترل بکنه، چرا بورس دوباره رشد کرد؟ آیا انتخاب شدن آقای رئیس عامل اصلیه؟ دقت بکنین، تورم ماهیانه توی اردیبهشت ماه 7% بود ولی توی خرداد ماه رشد کرد و رسید به 2.5%. از اون بدتر تورم 12 ماهه توی خرداد ماه به محدوده 43% رسید که این فاجعه است. تورم اقلام ضروری مثل خوراکی و آشامیدنی ها که توی اردیبهشت ماه منفی 8% بود رسید به 3.2% توی اردیبهشت ماه و این باز یه اتفاق ترسناکه. قول بزرگ نقدینگی و هژمونی که تو اقتصاد ما داره 112,000 میلیارد تومان تو اردیبهشت ماه رشد کرد، یعنی 3.2% و نقدینگی کل کشور رسید به 3,600,000 میلیارد تومان، یعنی چیزی که دولت دیگه اونجوری که باید شاید اون قدرت نداره که بتونه این نقدینگی کشور رو کنترل بکنه مگر با توافق به صورت کوتاه مدت. پس دقت بکنید، مادامی که این نقدینگی رشد داره، پولهای هوشمند و کسانی که توی کف بازار هستن متوجه این موضوع میشن و بیشتر پولهای نقدشون و پولهای پاک شده توی صندوقهای درآمد ثابت یا بانک‌ها را وارد بورس و بقیه بازارهای سفت بازی میکنن. پس این هم بدونین که قدرت نقدینگی از قدرت سیاسی خیلی بیشتره و دولت به خاطر بی تدبیری که توی سالهای اخیر داشته دیگه نمیتونه این هژمونی قول بزرگ نقدینگی کنترل بکنه مگر با توافق به صورت کوتاه مدت. پس اگر توافقی رخ نده و آقای رئیسی توافق را کش بده، به زودی شاهد رشد دلار، طلا، تورم و غیره خواهیم بود. پس حواستون به چند تا چیزی که میگم حتما باشه و چکش بکنید. یک، روند نرخ رشد نقدینگی از سایت بانک مرکزی با آدرس cbi.ir. 2. روند رشد نرخ تورم ماهیانه از همون سایت بانک مرکزی تو قسمت آمار و داده هاش بریم. 3. تورم کالاهای ضروری مثل خوراکی ها و غیره رو از کف بازار که میرین را میرین کنترل کنه، ببینیم مردم آیا انتظارات تورمشون داره رشد میکنه یا نه. اگر این اتفاقات ادامه دار باشه باید بیشتر پولتون رو از حالت نقد باز آروم آروم تبدیل کنیم به کالاهای سرمایه‌ای. ولی حواستون به این المان‌ها که گفتم باشه. به خاطر وضعیت ژله‌ای که اقتصاد ایران داره نمیشه پیش بینی دقیقی از آینده‌اش کرد. پس پارامترهایی که گفتم رو حتما دقیق دقیق زیر نظر داشته باشین، چون اگر نداشته باشین خیلی واضح و شفاف میگم زندگیتون نابود میشه متاسفانه. حتما این ویدیو رو ذخیره‌اش کن و حتما بفرست برای اون عزیزی که میدونی اقتصاد براش مهمه، چون ایرانی الان تو این وضعیتی که ایران هست قطعا برای تک تک افراد این پست مهمه. هر سوالی که داری توی کامنت ها ازم بپرس، روی چشم میذارم، دونه دونه شو میخونم و جوابتون میدم. صادقانه خیلی دوستتون دارم. یا علی.